بعد ما صورت قبل ما صورت قبل آخرین نفر پس صورت اتفاق به نظر من هم این مد کش داره و قطعا ممکنه نقطه ضعف‌های زیادی داشته باشه از نظر خود تکست. یه توجه من به چند تا نقطه جلب شد تو صحبت‌های دوستان مخالف که به نظر من مهمه. یکی اینکه آیا ما وسواس زیادی برای توضیح اینکه چرا کارگرها سیاسی نیستن به خرج نمیدیم. به نظر تو ادبیاتون به خرج میدیم زیر فشار عمومی است که کارگر اگه کارگره پس باید انقلابی ترین باشه، پس اگه نیست ما باید توضیح بدیم چرا. ولی به نظر من توجه به اینکه چه چیزی محافظه‌کاری طبق کارگر رو تشریح میکنه به جاست. ما در اینکه نباید تصویری بدیم گویا حزب کارگر داره توجیه میکنه که کارگر رو به این دلاله که نمیان تو میدون، اگه اینا رفت بشه میان تو میدون، در ضمن اینکه نباید اینو بگیم باید حتما قطعاً باید یه چیز داشته باشه چون که حزب کمونیست چجوری کارگری وجود محافظه‌کاری و احتیاط تو طبق کارگر تو این شرایط میپذیره. چیز خوبی نیست که کارگر تو صحنه مبارزه علیه حکومت اسلامی نیستن، چیز خوبی نیست. دو تا چیز باید اینجا مواظب بود. یکی که آیا مبارزه کارگر علیه جمهوری اسلامی باید شکل مبارزه دانشجو و دفتر تحکیم وحدت رو به خودش بگیره؟ پاسخ هم باید باشه نه. کارگر به شیوه دیگه ای علیه حکومت مبارزه میکنه. ابزارهایی که دستش بسیار قوی تره، روش مبارزه چیز دیگه است، حضور اجتماعیش جای دیگه است. داشت اینو باید قطعا بتونه بگه چون اون انحراف از اون هست. چرا کارگرها کنار دانشجوها نیستن لاستیکاتش بزنن؟ هم موقع کارگرها چرا راهپیمایی نمیکنن از جاده قدیم بیان به سمت دانشگاه؟ با اینو ما حس من فشار اینو تو تبلیغات و تو گروه های دیگه حس میکنم، برای اینکه تصوری که کارگر هم وقت سیاسی بشه دقیقا همون کاری میکنه که دانشجو دفتر تحکیم وحدت یا جناح مخالف عبور جناح عبور از فاطمی میخواد بکنه یا دانشجو دیگه میخواد بکنه. این تفکیک باید باشه. به نظرم صحبت کردن راجع به محافظه کاری طبقه عیب نیست، باید بشه. ولی این نوشته شاید این اشکال داره که دفاعیه، فکر میکنه باید توضیح بده با که آقا ما میبخشید ما کارگرها محافظه کاری مالتش این هست معذوری. اینو باید چند تا رفت کرد. یه نکته دیگه رفت کازم رو به جاست گفت یه قدنامه نوشت که دو مادگی قدیمی نباشه. اگر اون تمایل سیاسی روحی حاکم به کارگر الان رو تصویر کنی بعد دو ماه دیگه با این شرط مطلق قدیمی بشه، خب قدنامه خوبی تصویب نکردی. من مسئله سطوح هم قبول دارم، فهم میکنم میشه یه قدنامه دیگه ای نوشت که این مشکلات نداشته باشه، ولی تو بحث بعضی مخالفین تحییج و دلگرمی جای بحث واقعی راجع به جنبش طبقه میشینه. جنبش طبقه کارگر باید چرا؟ باید عیبشو گفت، پستشو گفت، ضعفشو گفت، قدرتشم گفت. ولی این که نه کارگرها به موقع به صحنه میان کما این که در انقلاب 1917 به موقع به صحنه اومدن، این زیاد جوابگوی مسائل ما نیست. این نامه سرگشاده به کارگرای ایران نیست، این راهنمود عمل ارگانهای تبلیغاتی ماست، چیزیست که مسئول کمیته شهر ما رو باید توجیه کنه که چی بگه اینجا، کارگرها به چی فرا بخونه، چه چیزی باعث این میشه که نیان، چه چیزی ممکنه باعث این میشه که چپروی بکنه، چه چیزی ممکنه باعث این بشه که جنبش مستقل به نظر نیاد، بره زیر پرچم جنبش دانشجویی یا هر چیز دیگه. اینا اشکال نداره تو قطعنامه باشه، باید باشه. من میپذیرم این مد مناسب نیست، درسته من الان خودم پافشاری نمیکنم که باید به این رأی داد، ولی مقولاتی که اینجا رد خود مقوله رد شد. به نظر من جا داره تو قطعنامه ما محافظه‌کاری کارگری رد جا داره، همونقدر که مقابله با دانشجوی زدگی تو جنبش کارگری و لاستیک آتش زدن تو جنبش کارگری و تظاهرات گرایی تو جنبش کارگری هم به نظر من جا داره. جنبش کارگری رو سوق دادن که بیا تظاهرات کنه اشتباه است. چرا کارگر باید تظاهرات بکنه؟ کجای دنیا کارگر تظاهرات کرده که الان باید تظاهر کنه؟ کارگر روز قیام هم میکنه، ممکنه 6 ماه دیگه اسلحه دست بگیره قیام کنه، ممکنه 2-10 روز قبل از قیام تظاهرات هم بکنه، ولی اطلاع فرم مبارزه از چاپ مقاله اعتصاب بعد تظاهرات نیست. اینا روشهای مختلفی است که اقشار مختلف مبارزه میکنه. نباید رنگ جنبش به اصطلاح جناح جنبش جوانان جنبش دانشجویان به کارگر زد. من فکر می‌کنم از این نظر مهم قدنامه روشن باشه. قبول دارم که این متن جوابگو نیست، ولی به نظر من بعضی از نقدایی که از نظر مخالفان شد موارد نبود. شخصا خواستم